درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و هشتم از ماه ژانویه سال 2013 میلادی. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما بوده ایم و این مدتی هم به خاطر کارهایی که بنده داشتم وقفه افتاده است در برنامه چهارشنبه. امیدوار هستم از این به بعد خدمت شما باشم. روزهای چهارشنبه ما بحث شاهنامه رو خدمت شما مطرح کردیم. امروز برنامه کاملا متفاوتی است. اجازه بفرمایید یه غزل خیلی کوتاه به خاطر ضیق وقت خدمت شما بخوانم، بعد برمیگردیم به مطلب و دوست عزیزی که در خدمتشون هستم امروز. میفرماید: دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد، گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد. گفتم به باد میدهدم باد نام و ننگ، گفتا قبول کن سخن و هرچه باد باد. سود و زیان و مایه چو خواهد شدن زده است، از بهر این معامله غمگین مباش و شاد. مایه، سود و زیان و مایه، مایه همون سرمایه است در واقع. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. حافظ گرت ز پند حکیمان ملالت است، کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد. خدمت شما عرض میکنم که این برنامه هایی که ما ماهی یک بار در المپیک کلکشن داشتیم در باب مباحث مربوط به شاهنامه حکیم فردوسی، مدتی به واسطه نبودن مخلص در این شهر تعطیل بوده است. دوست عزیز من کامبیز آقای سالکی زنگ زدن که این محل رو گرفتن، در واقع اجاره کردن برای بیستم. فکر میکنم در باب فردوسی و اخلاق صحبت کنیم در این جلسه. روز بیستم همین ماه، جزئیاتش هم بعد از شما عرض خواهم کرد. امروز من خواهش کردم از دوست بسیار عزیزی که در واقع ساکن استرالیا هستن، میهمان لس آنجلس بودن، فکر کنم همه شما با ایشون آشنا هستید، در ایران صاحب شهرت و اعتبار بودند و هستند در زمینه ورزش و بعد به استرالیا مهاجرت کردن. مراتب خودشون میپرسم. خوش آمد میگم به دوست عزیزم آقای مجید وارث. درود بر شما. درود بر شما. حالتون چطوره قربان؟ خوب. خوشحالم که در خدمتتون هستم. قربان شما عزیزم. لطف کردید که به هر حال آدم یه دفعه بیاد تو این تلویزیون تدارکاتی نداشته باشه، بگه میخوام برم به دیدن یک دوست. به به، خیلی محبت کردی. انشاءالله در خدمتتون بتوانیم. بله عزیزم، داشته باشی. قربان شما. آقای وارث مشهور هستن به یکی کارشناس ورزش هستن، اما توانایی های بسیاری در زمینه های دیگر دارن که امیدواریم که تلویزیون پارس و دوستان بتوانن توانایی استفاده بکنن. خب مجید گرامی عزیزم، شما در زمینه ورزش کارتون بوده، متخصص و در ایران هم همونطور که برای من بارها صحبت کردین، من میخوام یه شرح کوتاه. خیلی جالب بود قصه‌ای که گفتین از فراز و فرود وضعیت سیاسی خود شما. اگر که لطف کنین خیلی کوتاه و هموطنان داستان رفتن شما به نام نویسی و قبول شما با وجود آدمای خیلی خیلی مشهور در صحنه ورزش بفرمایید، خیلی من دوست دارم مجدد بشنوم. چشم. شما بعضی وقتا توی مطالبی که میگید که من اینو قبلا گفتم، ولی ارزش دارد که مثلا چند بار دیگه هم بله. بشود. فکر نکنم مورد من گفته باشی. نه، فکر نکنم که این ارزش تکرار مجدد داشته باشه، اما اجابت میکنم. بله. فرمایش شما رو خیلی خلاصه بگم برای بینندگان سرزمین جاوید در واقع که ممکنه آشنا نباشند. ما 22 سالمون بود، خدمت شما عرض کنم که افسر وظیفه بودیم در شهر زنجان، و خدمت شما عرض کنم که در بازی‌های آسیایی تهران سال 1974 قرار بود برگزار بشود. این برای نخستین بار بود که تلویزیون به گزارشگران بیشتری احتیاج داشت، چون معمولا در اون زمان آقای بهمنش بود و آقای روشنزاده عزیز بودند، و خدمت شما عرض کنم تقریبا همین. منتها چون 16 رشته قرار بود که گزارش بشود در بازی ها، تلویزیون هم جوانانی رو خواست دعوت کنه که بیایند.
ما هم گاهی مثل نه در حد شما گاهی شعری دکلمه میکردیم و گاهی اینا رفقا مثلا و چون ورزش هم دوست داشتم فوتبالیست بودم خودم بازی میکردم اینا نهایتا خلاصه گفتیم که بریم ما شانسمون رو امتحان کنیم نفتیم یادم میاد در سال 1972 یعنی دو سال قبل از بازی های آسیایی تهران تلویزیون یه روزی یکی یه دونه میکروفونی داد به جوانایی که مشتاق بودن که این کار رو پیدا بکنند و بازی ایران و کویت بود که این بازی مربوط میشد به مسابقات مقدماتی المپیک 1972 مونیخ. بله ما رو فرستادن به استادیوم. و الان چه سالی دقیقا مسیحی چه سالی صحبت میکنیم؟ 1972 72. بله 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 ما رو فرستادن به این بازی و گفتن که یکی یه ضبط صوتی هم به ما دادن که گزارش کنید و ضبط کنید و ما هم این کار رو انجام دادیم و اینو دادیم به تلویزیون و خوشبختانه شاید به فاصله 10 روزی به من تماس گرفتن و گفتن که برای نخستین بار گفتن برو به بندر پهلوی اون روز و انزلی امروز و یکی از مسابقات جام تخت جمشید اون روز رو. بله که جا داره اشاره بکنم که اون جام تخت جمشید با همه محدودیتاش هنوز هم از این لیگ برتری که امروز هست با برنامه تر و تر و تمیز در انجام می شد. عجب. و این نام هست شده الان نداریم چیزی به نام تا جام تخت جمشید. نه اسم این مسابقات رو گذاشته بودن جام آزادگان و اخیراً هم گذاشتن جام خلیج فارس. عجب. خب بله بله برای من نمیدونم چه یادی داشت بله نه دشمنی بله بله تخت جمشید بله جام ترجمه. ما رفتیم به بندر پهلوی و خلاصه مسابقه رو گزارش کردیم و این مسیر ادامه پیدا کرد هر هفته منتها خیلی کوتاه. آقای روشنزاده معمولا میشست تو مرکز رادیو و گزارشگرای جوانی مثل بنده تو شهرهای مختلف در یک ساعت این مسابقات انجام میشد. در انزلی، تبریز، مسجد سلیمان، مشهد، همه جا بود. بله و خیلی جالب بود برای من برای که همه مسابقات در یک ساعت بود، تمام استادیوم ها پر بود. به به من خاطرم هست که بیشترین آشنایی من در با همسر فعلیم از همون زمان در استادیوم بود. عجب. یعنی انقدر محیط سالم و تر تمیزی بود که آدم حظ میکنه. به هر حال ما این کار انجام دادیم، نهایتا این کار ادامه پیدا کرد تا یکی دو ماه قبل از بازی های آسیایی تهران یه روز ما رو خواستند و تقسیم کردند افراد مختلف رو برای رشته های مختلف که در این بین دوستان متعددی بودن که بسیارشون رو بینندگان عزیز احیانا میشناسن. آقای ادیبزاده بود، آقای قاضیزاده بود، آقای باروک خدابخشیان بود، آقای اینانلو بود، اینا بر یکی دوتاشون هنوز در ایران هستن. خلاصه این شانس من بود که مسابقات فوتبال رو به بنده واگذار کردن که انجام بدم و خیلی برای خودم هم جالب بود. بله به چند جهت. یکی این که ما نه پارتی داشتیم نه چیزی داشتیم، اصلا باورم نمیشه. این مهمه، خیلی مهمه از بس. و خیلی برای من همینجور که میفرمایید بسیار اهمیت بله. داشت که ما یه سرباز چه میدونم حالا افسر وظیفه کچل موامونم زده بود نه منظور موی قاطی داشتیم به قول اصطلاح معمول و در زنجان و گفتن که شما فوتبال رو گزارش کن. چه کسی اینا این در واقع نظر رو میداد که کی کجا بره؟ والا آدم های مختلفی بودن ولی جا داره یادی بکنم از مردی که بعد از اون دیگه هیچ اسمی از ایشان نشنیدم. آقای بودن به نام آقای مهندس میلانینیا. عجب. ایشون فکر میکنم تحصیل کرده امریکا هم بودن و کلن کل بازی های آسیایی کار رسانه ایش کار تلویزیونیش زیر نظر ایشان بود. آها. که آقای بهمنش کشتی رو گزارش میکردن، آقای روشنزاده تو مرکز نشسته بود و مثلا مدیریت گزارش ها رو به عهده داشتن. بعد هم فوتبال بودم و بچه های دیگه هم کارهای دیگر رو و این رفت. البته تنها چیز تلخی که برام موند این بود که بازی فینال رو به من ندادن که گزارش کنم. به چه دلیل؟ بازی فینال بازی ایران و اسرائیل بود. بله. اگر خاطرتون بله. باشه. و اون چه که گفتند این بود که این بازی به قول شما امریکایی‌ها از تو پولیتیکا. ولی خب من اولا 15 روز زحمت کشیده بودم
روزی بعضی وقتا دوتا مسابقه گزارش کرده بودم. این بازی در واقع گل بازی ها بود. همه مسابقات من دیگه... رابطه شو نمیبینم. بله منم متوجه نمیشم. برای کسی که بخواد گزارش خوبی بکنه یا ای که بازی پولیتیکال باشه. ببینید به نظر من یه مقدار بهانه بود. بله. اجازه بدید چون افرادی میان وسط بحثشو خیلی کوتاه من بله اصلا نفر به موضوع من به افراد کاری ندارم. ولی چه ربطی داره من... بازی من یادمه که گفتم به اون دوستی که اینو به من گفت که گفتم ببین عزیزم اولا من تنها کسی هم تو این جمع که فوتبالیست بودم. بله یعنی با بسیاری از بازیکنان بزرگ ایران من هم بازی بودم با همایون بهزادی بازی میکردم با جعفر کاشانی بازی میکردم اینا به خصوص با همایون و ضمناً از نظر سیاسی هم اگه فکر کنید من الان افسر وظیفه ام خیلی به هر حال بله بله چی هستم ولی نهایتاً خب ندادن رو دیگه ندادن دیگه. وقتی ندادن چه کسی گزارش کرد اون بازی رو؟ آقای روشنزاده برای تلویزیون گزارش کرد. فکر می‌کنم این تنها بازی بود که گزارش کردن در طول بازی ها. آقای بهمنش هم برای رادیو. عجب. خب بعد از اونجا شما ورزشی شدین در واقع. والا همین باعث شد که ارتباط من یه مقدار تیره شد با تلویزیون. یعنی به شدت من ناراحت شدم. یعنی همون جوری که اون پارتی بازی نکردن اول بله. اثر مثبتی روی من داشت این مورد اثر منفی گذاشت بله. و من چون تحصیلات اولیم کلن در رشته دیگری بود حالا رفتیم کار تخصصی تحصیلی من روی مقدار ادامه دادیم و ولی خب بعدن مجدداً به تلویزیون برگشتم و همین برنامه ورزش و مردمی که امروز هنوز هم می رود در واقع پایه‌گذارش بعد از انقلاب بله بنده و دوستانم بود. خب بعد ادامه داشت خدمات شما به ورزش تا اینکه توپ ملاخور شد. این نه ببینید آقای مشیری اولا کاش توپ ملاخور شده بود. مملکت ملاخور شد. کاش توپ ملاخور شده بود اما احتمالاً سوال شما عمقش این است که چه شد که قطع شد. بله بله بعد سانسور آقا سانسور بی‌طاقتی در مقابل سانسور عجب. حالا اینی که عجب. البته در واقع ما میگم امروز من میبینم همه خوشحالن مثلا مسئولین ورزش دم به سر تو تلویزیونن در دیدن مصاحبه پشت مصاحبه بره. روزگاری که بنده و همکارانم بودیم واقعا رئیس تربیت بدنی شک داشت از اینکه به نفعش بیاد تو برنامه ما صحبت بکنه عجب. چون به شدت مورد چالش به قول اینجا یا قرار می گرفت یعنی اینجور نبود که اون دو سه سال اول انقلاب اینا بیان هرچی دلشون بخواد بگن و یه طرحی رو گذاشته بودن به نام طرح 27 ساله ها این برای حذف امثال ناصر حجازی بود عجب معنیش هم این بود که 27 سال به بالا نمیتونن تیم ملی بازی کنند شما ببینید چقدر مسخره است عجب تبعیض بدی 27 سال نه اینا فقط نگفته بودن که مثلا ما نمیخوایم حجازی و پروین و اینایی که بودند اونا باشن دیگر اینا باشن روشون نمیشد اومدن سن اینا رو دیدن اصلا اگه اینا 26 سالشون بود یا 28 سالشون بود احتمالا میشد 28 سالگی عجب و ما با این موضوع به شدت برخورد کردیم در تلویزیون البته من تنها نبودم قطعا همکاران فوق‌العاده هم باسواد و هم ورزشی من داشتم در گروه ورزش این قضیه انقدر آقای مشیری سخت شد و سخت شد برخوردهای ما با سازمان تربیت بدنی من مصاحبه‌های متعددی رو به خاطر این موضوع حتی با آقای مثلا بنی صدر داشتم با آقای رجایی داشتم با آقای باهنر داشتم که آقا اینا دارن این ورزش رو آتش میزنن بله حالا این یه نمونش بود در حوصله بحث نیست اینا هر اینا ببخشیدا ورزش رو با یه کلوپی که اختصاصی خودشونه اشتباه کرد بله 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 و نهایتاً این باعث شد که برخوردهای ما به حدی شد که یه شب خونه من ریختن و به هر حال ما رو با خودشون بردن به اونجا رسیدن بله بله و خب چیزی نداشتن ما شکاره بودیم که بله بخوایم مثلا بعد ممنوع تصویر شدم این ربطی به این داستان ملاخور و اینا به اون شکل نداشت و نهایتا دیدم نمیشه کار کرد دیگه و چون من تحصیلات اولیم توی رشته حسابداری بود لیسانس حسابداری صنعتی من داشتم
گفتم آقا تو که حسابدار بشو نیستی، برو اقلا درس این کارو بخون، شاید یه ذره محیط مناسب تر بشه. آها. برای همین تلاشی کردم و یه ویزای تحصیلی گرفتم و رفتم به استرالیا. و اونجا رسانه ها رو مس کامیونیکیشن تحصیلات کردم، ولی دیدیم نه، مثل که روزی که ما رفتیم باز اونجا بهتر بود. عجب. چون یه اصولی حداقل از اینقدر وقیح نبود برخوردها. اگر یکی یه کار بدی میکرد اینو نمیمد خیلی سیرشو بده جلو بگه، الان اینجوری شده میان میگن. عجب. اون موقع یه خجالتی هنوز باریکالله. و ما بچه ها هم بزرگ داشتن میشدند و موندیم و موندیم و موندیم دیگه. زنده باش، زنده باش. به هر صورت شما خیلی جالب بود، خیلی جالب بود، خیلی نکات مهمی داشت. خب برگردیم سر موضوع ورزش و ایران. آقای وارث کجاست؟ قطر قرار جام جهانی جرش انجام بشه، کجاست؟ قطر. چگونه است که یک جایی مثل قطر که حالا نمیدونم یک چندم خاک ایرانه، اساسا تاریخ فوتبال نداره، اون عظمت این مملکت، سابقه تاریخیش، چگونه است که ایران نمیتواند که جام جهانی برگزار کنه، بده قطر میسر شده براش؟ این خیلی خیلی چیز عجیبی بوده از نظر من. ببینید آقای مشیری عزیز، اولا جام جهانی پیشکش، ما الان 33 سال است که حتی مسابقاتی در حد جام ملت‌های آسیا برگزار نکردیم، یعنی بهمون ندادن. آجا جام جهانی که اصلا دوستانش از اون پیشکش اون نمیخواد. و اینی که قطر این مسابقاتو گرفته یه بحثه، اینی که چرا به ایران نمیدن به نظر من کاملا یه بحث جدایی هست. اینی که قطر گرفته، یه عده میگن لابیش قویه، یه عده میگن پول خرج میکنه، یه عده میگن با حقوق بازی بهش دادن. البته تمام کسانی که در پرزنتیشن قطر حضور داشتن، چون 5 کشور کاندید برگزاری مسابقات جام جهانی 2022 بودن. بله. کشوراش هم کم نبود. یکیش امریکا بود. عجب. یکیش استرالیا بود. بابا. یکیش ژاپن بود. یکیش اسپانیا بود. یکیم قطر بود. سر کسی رو اینجا نمیشه کلا گذاشتی. ولی من از بر بچه های استرالیا، چون یکی دوتاشون که اونجا رفته بودن باشون صحبتم کردم، گفتن اصلا دود کله ما از این پریزنتیشن اینها پرید. پریزنتیشن قطر؟ بله. اینقدر خوب بوده؟ اینقدر خوب بوده. علت چه این است که شما عوامل فهمیده جهان رو دعوت میکنید، پول فراوان هم میدهید. مثلا یه چیزیش این است که استادیوم ها گفته بودن گرم قطر، چون فیفا حتما میخواد مسابقات رو سر موقعی که هم میشه برگزار میکنه. گرمه اونجا؟ بله. آتیشه. حتی اول گفتن که مثلا به قطر یه آوانسی بدیم بره زمستان مسابقات رو برگزار بکنه. فیفا گفت نه. و حالا مثلا ایران بود ما که مستقیه باشه، این برگزار کردن تو زمستان یعنی ملغا کردن تمام مسابقات باشگاهی، ریختن به هم تمام تقویم‌های فوتبال دنیا، نظام فوتبال اصلا به هم بخوره. بله. اینا اومدن ایر کاندیشن گذاشتن تو استادیوم ها، یعنی برای اولین بار، برای اولین بار اینجوری قرار است که برگزار بشود. عجب. بعد گفتن آقا استادیوم ها حالا اینجوری، خیابونا رو چیکار می‌کنی؟ اینم توریست میاد، چند تا خیابون هم قراره که ایر کاندیشن بشه. عجب. یعنی یه کارایی که واقعا به ذهن اصلا مثل رویاست. بله خیلی عجیبه. مثلا مگه میشه هم چیزی؟ حالا من فکر می‌کنم اون بحث دیگه برای بینندگان و برای ما مهمتر باشه که چرا ما این مسابقات رو نمی‌تونیم. بله. حتی گفتم در حد یک، الان شما الان فوتبال چی؟ ما دیگه جام جهانی، مسابقات جهانی کشتی هم به ما نمیدن. بینندگان ممکنه بگن که یک ماه دیگه جام جهانی کشتی در ایرانه. جام جهانی با مسابقات جهانی فرق داره. بله. مسابقات جهانی رو به خاطر این دیگه به ما نمیدن که الان از فکر کنم از سال 1992 باشه یا 96 که مسابقات جام جهانی همزمان برای زنان و مردان برگزار میشه. آها. و چون دوستان ما مسابقات زنان رو برگزار نمی کنن، فیلا هم فدراسیون بین‌المللی کشتی هم بهشون نمیده، اما این مسابقات جام جهانی فقط مردون است. آها. اینو میدن. آها.
حالا ما در فوتبال که اون ابهت کشتی رو نداریم ابدا که بخوان به خاطر جمعیت سابقه زیاد این مدال همین اعتبار تاریخی بله در چه در فوتبال آقا به شما نمیدن برای اینکه روابط بین الملل نداری به شما نمیدن برای اینکه زنها رو تو استادیوم راه نمیدی تبعیض دیگه بله الان شما مثلا تیما دیگه مسافرت که میرن اینا زنشون رو به خودشون میبرن دوست دخترشون بله. رو به خودشون میبرن مسائل روحی روانی در نظر گرفته میشه اینا علکی که نمیشه شما بیای بگی آقا توی این چارچوبی که من تعیین میکنم بیا مهمترین مسابقه دنیا رو به من بده نمیدن خیلی راحت به شما میگم که قطر کمترین نقش رو داشته در اینکه جام جهانی رو گرفته خود قطری منتها قطری یه جورایی شده صاحب عقله حالا بله دیگه نه واقعا همینجوره صاحب عقله میگه آقا من بلد نیستم تو بیا برام این کارو بکن بله بله به من یکی سوال کرد که آقا به نظر شما این مربی که برای تیم ملی آوردن خوبه یا نه خب کارلوس کیروش یه اسمیه بله گفتم ببین فوتبال ایران مربی خارجی نمیخواد این رئیس فدراسیون رو خوب پیدا کن بیان این دبیر فدراسیون رو خوب پیدا کن چون من واقعا دوست ندارم کسی رو تختعی کنم اما این دوستان اکثرا یا بلد نیستن یا چارچوب هایی که در اون باید کار بکنن با پدیده های مدرن اصلا همخوانی نداره من فکر میکنم این داستان خیلی مطبع بله هر دو شرط بله ولی بله این دومی چون بله مثلا حالا فرض کنید بنده مدعی هم که میتونم این کار بکنم همچون فرض محال هست اما خب این چارچوبی که میذارن جلو من خب منم خلصنا میشم میگه بله بله در نتیجه ما نمیتوانیم پدیده های مدرن رو که فوتبال یکی از اوناست نمیتونیم با معیارهای غیر مدرن قدیمی در بداغون چند روز پیش ما یه گفتگویی داشتیم با آقای فیلابی در برنامه گزارشگر یه سوالی کردم اونجا چون صدای همدیگر زیاد خوب نمیشنیدیم زیاد پاسخش مفهوم نبود سوال من این بود که آقا توی زورخانه امروزه این دوستان مثلا مدعی هستن که زورخانه رو دارن صادر میکنن به بعد یه مسابقاتی بوده آدم واقعا خنده داره کاش عکساشو من آورده بودم نمیدونستم بحث به اینجا میکشه در اوکراین اینا اومدن زورخانه مسابقات برگزار کردن یه جایی مثل یه استودیو کفش صاف پارکت دورش هم چهار تا چیز تبلیغاتی گذاشتن نه گودش هست نه اون وضعیت در زورخانه بله، یعنی اصلا بله. یعنی شما زورخانه رو همه چیزش رو توهی کردی آخه زورخانه که به این میلش نیست بله. که میلش بود انقدر بنداز از یه فرهنگی میاد یه سنتی داره تو تمام اینو حذف کردی بعد صاحب خواهی زورخانه رو هم ساده تو چیزی رو صادر نمی کنی تو اومدی میل بالا انداختن رو صادر میکنی که این جیمای جدید و حرکات ایروبیک جدید خیلی زیباتر و ورزشی تره بله. بعد اومدی آدمی هم که در زورخانه هست یعنی اون پهلوونش هم یه پیرن تنش کردی یعنی لباسش هم عوض کردی ای بابا رو پیرنش هم نوشتی مثلا چیپس نمیدونم چی چی چون اسپانسر میخواد این پیرنه به زورخانه مسخره کردی همه چیو یه چیزی بگم آقای وارد گفته این ورزش زورخانه ورزش مضری هم هست حالا بگذاریم از جنبه‌های تاریخی شینا این تندونای آقای شعبان جعفری حالا بحث ما کوت رفت تو بیمارستان دوستی که آقا بریم آقا رو ببینیم بودم خیلی آدم تاریخی برصورت رفتیم دیدیم آقا اصلا تندون تمام جرگو آقا از بعضی میلگه چیزی حرکات مضری برای بدن بود حالا کار نه من واردش نمیشم اجازه بدید بدوید سر موضوع خود ورزش بله خب این ورزش ایژوکیشنه فیزیکال ایژوکیشن در زم فان هم هست هیجان داره درسته خیلی و غیر از این ورزش برای سلامت روح برای در واقع اتفاق و اتحاد ملی یعنی وقتی موضوع ورزش مطرح میشه از اتفاق و اتحاد محله مد نظر هست تا اتفاق و اتحاد ملی به وجود میاد بعد اخلاق دموکراتیک میخواد ورزش یعنی تحمل شکست از حریف این خیلی خیلی چیز مهمی است تحمل شکست یعنی که شما وقتی حریف میبره شما تحمل میکنی عصبانی نمیشی و این یکی از پایه‌های دموکراسیه در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم ما یه فیلسوف در امریکا داریم که حتما شنید آقای ویلیام جیمز ویلیام جیمز میگه ما بهتره که یک پدیده‌ای در جامعه ایجاد بکنیم
که به لحاظ مورالی equivalent to war باشه. مورال equivalent to war یعنی این که در جنگ ما چه چیز داریم؟ در جنگ ما دیسپلین داریم، درسته؟ برد و باخت داریم، اتفاق و اتحاد ملی داریم، نوعی عرض کنم که تمرین داریم، و بعد جمع شدن مملکت به یک مقصود بزرگ داریم. میگه اگه ما بتوانیم یه چیزی اختراع کنیم در جامعه که 1906 حرف زده که برابر باشه، ما اصلا احتیاج به جنگ نداریم. همه عناصر توی ورزش هست، یعنی اون دیسیپلینی که سرباز ببینه، یک ورزشکار شاید خیلی بیشتر باید اون دیسیپلین رو داشته باشه. بعد ملت رو به خودش جمع میکنه، عرض میکنم نهایتا برد و باخت داره. بنابراین ورزش یک پدیده فوق‌العاده مهم و عمیقیه، و گذشته از اینها گسترش اقتصادی داره، گسترش سیاسی داره. یک مطلبش برای من جالبه به لحاظ فرهنگی، عرض میکنم چون شما متخصصین بهتر میدونید. مثلا فرض کن این فن آمریکا رو من خیلی دوست دارم، چون ورزش خوب میفهمن که ورزش چه چیزش حدش کجاست. مثلا فرض کنید ما لس آنجلسیا لیکرز رو داریم، داره شما میدونید که مسابقات بسکتبال NBA شرق انجام میشه، شرق و غرب میمونه، دو تا تیم از هر طرف بازی میکنن، برنده هاشون با هم بازی. بارها من دیدم که مثلا تیم لیکرز رو فریاد میزنن، تشویق میکنن، مثلا با یوتا جاز اینا رسیدن به فاینال این طرف. وقتی که لیکرز ببره که خب اگه لیکرز هم ببازه، بیننده های لیکرز کف میزنن برای یوتا، میگن حالا شما برو شیکاگو رو بزن. یعنی باز اون اتفاق و اتحاد به یک لول دیگری ارتقا پیدا میکنه. این اصطلاحی که هست در ایران، مثلا یه تیم میبره میگه آقا اینا ما لولهشون کردیم، عمهشون فلان کردیم، مثلا همشیرش فرستادیم مکه. این ذهنیت یک کمی به نظر شما چگونه است؟ یعنی یه عقب افتادگی فرهنگیه، یعنی حالت انتقام میبینه یا پیروزی بر دشمن، در حالی که ورزش جست گیم برای فانه، برای روح اسپورته، برای گذشتر اخلاقه. شما چه میبینید دا؟ چون من دیدم که مثلا تراکتور سازی، ندیدم، خوندم، تیم تراکتور سازی میاد یه عده جمع میشن، فحش و توهین و اینا به تراکتور سازی، اونا هم از یک سازی تیمی میده تبریز، فحش و توهین، این داستانش چیه؟ ببینید من فکر میکنم آقای مشیری این برمیگرده به همون قسمتی از بحثی که قبل از فرمان شما کردیم، که من فکر میکنم یاد نگرفتیم این رو که پدیده های مدرن مقررات، دستورالعمل‌ها، استراتژی خودشون رو دارن. بله. ما نمیتوانیم بیاییم با قوانین ذهنی خودمون بله. با پدیده های مدرن طرف بشیم. بله. این فقط در ورزش هم نیست، حتی مثلا یه پدیده دیگه ای که میشه راجبش صحبت کرد خود همین تلویزیونه. بله. که تلویزیون تعریف داره، تو عنوان یه مجری بوینده میام میشینم اینجا، باید چه چیزهایی رو در نظر بگیرم و رعایت بکنم. حالا اگه که ما اومدیم به اسم مثلا آزادی بیان، همه این مقررات رو گذاشتیم کنار، بله. اون موقع من سوادش هم دارم، بله. من میشم هر چی دلم خواست. این نه. تو اجازه، درست مثل اینه که مثلا قانون حاکمه، تمام قانون حاکمه، مقرراتش، بله. درست مثل اینه که مثلا شما تو هواپیمان خیلی آدم گردن کلفتی باشی، میگی آقا من کمربند نمیبندم، پای خودم، بله. سرم خورد به شما مسئول نیستی، آره، شما میخوای بنویسم، آقا تو $1,000,000 هم بدی بنویسی، بله. همینه کمربند باید ببندی، بله. اون وسطش نمیتونی، مقررات حاکمه، تموش. همه این پدیده های جدید هم همین رو دارن. اما چرا ما وضعمون اینجوری میشه؟ به نظر من ما چون پدیده ها رو بر اساس ذهنیت های خودمون میخوایم باش برخورد کنیم، در موقعی هم که بد میاریم یا شکست میخوریم طاقت باخت نداریم. همین منظور. چرا؟ برای اینکه پدیده رو با مشخصات خودش نمیریم جلو. درود بر شما. شما گفتید که ورزش رو مقایسه کرده اون فیلسوف عزیز با یک جنگ که تمام مشخصات ذهنی و اخلاقی رو داره. خیلی هم زیباست این، خیلی، بله، یعنی واقعا داره.
بله. حالا من بعد گفتید که چرا، حالا مختص تراکتور سازی و اینا هم نیست، همه تیمای ما الان فحاشی به هم میکنن، خیلی زشته این، وای وای. چرا این گونه شده است؟ برای این که این مشخصات جنگ رو که شما شمردید که درش دیسیپلین هست، تمرین سخت هست، بله. عدالت هست، بله. چه میدونم تدارکات هست، رقابت، رقابت سالم هست، بله. اینا ببینید تو جنگ هم حتی اگه یکی حالا هزار تا جنگ کنه یه طرفه، اما اگه یه دونه چیز شیمیایی انداخت دیگه، یا بچه رو گرفت کور سیویلیان بمبارون کرد دیگه، بله، اصلا قانونی نیست. ما در ورزشمون متاسفانه از تمام عواملی که یا فاکتورهایی که شما شمردید فقط پول هست در ارزی ایران. بله. چرا؟ برای اینکه سیستم نه فان ورزشو میخواد به قول شما، نه گسترش اجتماعیشو میخواد. یعنی چند تا فاکتور شما شمردید، بله. ورزش میشه، بله بله. گرفت، بله بله. یک اون هیجان و فانش، بله. شما همین یه قلم وقتی شما بانوان رو رانه میدی دیگه فانو، یعنی بله. اصلا نکته گفتین شگفت انگیز در همین داستان ورزش، یکی از زیبایی های ورزش برداشتن دیوارهای تعصبه، یعنی وقتی که سه تا قهرمان میرن پای، یک سیاپوست آفریقا، یکش آمریکا، یکش روسی، بی اندازه این زیباست. یعنی المپیکا رو که نگاه میکنی، آدمای مختلف، پرچمای مختلف، بی اندازه این یه پدیده انسانی فوق العاده است. فقط انسان، یعنی شما اگه اومدید این عنصر رو بهش یه چیزی چسبوندی، زنا رو بیرون کردی، و هر کاری، بابا، هر کاری که حقوق انسانی رو، بله. به نوعی ضایع، بله. بکند دیگه از اون بیرون نیات اصلی، مثلا بله. اون کوبرتن و اینایی که اومدن المپیک و اصلا به خاطر اینا می نویسه تو آیین المپیک که جدا از نژاد، مذهب، بله. فرهنگ، یعنی تو هرچی هستی اینجا که میای فقط یه انسانی، بله. هیچ برتری دیگری نداری، بغلید نداری، حالا تو مثلا مسیحی هستی، تو مسلمان، هرچی که هستی. حالا اون فان رو، اون شادی رو، اون هیجان رو که یا حذف شده یا به شدت کنترل شده، یعنی یه پدیده که حرف تو حرف میان، یه پدیده که الان در فوتبال ما هست، یه زمانی بود، زمان ما و شما، یه محمد بوقی بود، خدا بیامرزتش. چه محمد بوقی با حال بود؟ محمد بوقی رو من چون چندین بار نزدیک باش حرف زدم، مسافرت باش رفتم، عجب، عجب. خدا رحمتش کنه. این تمام عشقش این بود که میومد یا برای تیم شاهین پرسپولیس، حالا بعد شد پرسپولیس، یا برای تیم ملی بوق میزد. بله، به به. بازیکنان به این یک کمکایی میدادن، بله. یعنی مردمی مردمی، مردمی مردمی، اصلا آدم حزم میکرد از این. بله. حالا شما برید تو استادیوم، این بوقی های جدید اینا کاور میپوشن، روش نوشته لیدر. ای بابا، اینا شب قبل جلسه میکنن بوقی ها، بله، با مدیر عامل باشگاه که چی بگید چی نگید. ای مردم بیداد، ای داده بیداد، یعنی که گفتم که یا حذف کردن یا کنترلش کردن. اصلا این با کل ورزش و دیدگاهی که ما میخوایم منافات داره. حالا وقتی که شما هیچ شعاری رو نتونستی بگی، هی لیدر